دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای دو اش با شرکت کنندگان در مراسم تحلیف از صبح امروز با مقامات سه کشور آفریقایی مالی سنگال و زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد آقای پزشکیان در دیدار با رئیس مجلس مالی با محکومیت اقدام جنایتکارانه منجر به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس گفت این گونه اقدامات مقایر همه کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی و نشانه عجز و استیصال دشمن است رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت تلاش خواهیم کرد در اولین فرصت کمیسیون مشترک دو کشور را برای بررسی راهکارهای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و مالی برگزار کنیم رئیس جمهور صبح چهارشنبه دیدار دیگری هم با رئیس مجلس سنگال داشت و ضمن تجدیل از مواضع سنگال در دفاع از ملت مظلوم فلسطین توسعه روابط دو کشور و ایجاد همافزایی و هماهنگی بیشتر در مسائل و تحولات بینالمللی از جمله جنگ غزه را ضروری دانست و گفت کشورهای اسلامی باید در محکومیت جنایت مثل علیه مردم مظلوم غزه نقش باشند رئیس جمهور سپس با معاون رئیس جمهور زیمبابوه دیدار کرد و با بیان اینکه ایران و زیمبابوه ظرفیت های خوب و مکملی برای توسعه روابط دارند به سیاست های ظالمانه آمریکا در اعمال تحریم علیه کشورهایی که حاضر به همراهی آنها نباشند اشاره کرد و گفت وحدت و همکاری کشورهای مستقل مثل ایران و زیمبابوه می تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی را اثر کند آقای پزشکیان شامگاه سهشنبه هم ابتدا با فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد رئیس جمهور در پاسخ به درخواست ژاپن برای نقش آفرینی فعال جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل منطقه گفت ایران از هر اقدامی و حرکتی در مسیر ایجاد تقویت صلح و ثبات در منطقه استقبال می کند. رئیس جمهور پس از آن با رئیس دومای دولتی روسیه دیدار کرد آقای پزشکیان در این دیدار با بیان اینکه عزم و اراده برای ارتقاء سطح روابط با روسیه جدی است گفت اجرایی شدن طرحهای مشترک علاوه بر منافع ایران و روسیه کشورهای منطقه و همه جهان را منتفع خواهد کرد رئیس جمهور همچنین پیش از ظهر امروز با نخست وزیر آذربایجان رئیس مجلس الجزایر و معاون نخست وزیر سربستان هم دیدار داشت پریسا مهرآپر خبرگزاری صدا و سیما